سلام عرض ادب احترامات تقدیم به یک از مضمونهای اساسی دیگر قرار است که ما شما بپردازیم به نام پورالایجن یا افرسی جافدهن که در سمستر نو مضمون اساسی مربوط کلینیک میشه که محصلین سمستر نو استوماتولوژی را میخوانند. خب افرسی یا اورالایجن قسمی که از نام شاید است معمولا از جافدهن بس میشه، خصوصا از جافدهن که آری از میکروب، انتانات، امراض، ویروس و امثالش باشه. خب قرار تعریفش یا قرار نمو عنوانی که ما شما داریم تعریفش هم این شکل همی موضوع میشه که به ابرسه جوف دهن معمولا باید چی باشه؟ پاک نگه داشتن جوف دهن است تماما عوامل باکتریایی، مواد غذایی، ویرال و امثالش کلیس دندان. خب طبیعی است جناب دکتر صاحبای معزز که اگر قرار باشه ما جوف دهن ما را درست امراضش یا درست و نمو افزاسهش در نظر ما شما نگیریم، معمولا چی میشه؟ جاف دهن ما شما همهش دچار آفت میشه. خب اگر قرار باشه سر از این ما بحث کنیم، اگر فرضاً یک مثال ما شما بتیم میتونیم بکنیم، اگر یک شخصی که به صورت نرمال جاف دهن خود برش نزنه، حفظه جاف دهن در نظر نگیره، یک از عوامل اساسی که برشان ایجاد میشه از ابتدا شروعش است که خود هالیتوزیس یا بوی بد جوف دهن می باشه، منگ یا پلاک است که در آینده چی میشه، مشکلات لثه یا بیره را ایجاد میکنه که میتونه جنجیفایتس ایجاد شوه. و اگر از او بیشتر بره به مرور زمان ما شما میفهمیم دکتر صاحب یکی از مشکلاتی که همیش مریضا به کلینیک مراجعه میکنن مشکلات کلیس بوده چی؟ کلیس مکولاس، سوپرفیشیال است، میدیاس یا پروفاوند. معمولا این کلیس ها در نزد ازیا ایجاد میشن، از ابتدا شروع و انتها ختم میشن که مشکل دهی بوده دکتر صاحب که یا جوف دهن به صورت نرمال مواظبت نکردن، یا مثلا ما یکی از موضوعاتی که همیش بر ما شما اتفاق میفته رفتن به محفل مردم هستن یا شب نشینی هاست یا جای رفتن است، یه دیگه غیر ممکن است که ما امرای خود برس یا کریم دندان خود انتقال بدیم. بنابرای لحاظ به چی میشه میتونه پیش جوف دهن که معمولا در کتاب پیشنهاد کرده افت پیشنهاد کرد نرمال اگر این تغییر کنه، یعنی به 5.5 یا 4.5 برسه ساحه اسیدی میشه و میتونه باعث مشکلات چی شود و نمو تغییراتی که به ایجاد میشه، میتونه در اینجا باکتریاها مداخله کنن که باعث به وجود آمدن چی میشه؟ لکتیک اسید میشه. دکتر سرود قبلا هم ما شما در سمستر 8 خوانده بودیم سر این موضوع بحث کردیم. خیر باشه در لکچرهای بعدی ان شاء الله من کوشش میکنم که اگر قرار بود که مثل ویدیو مرتب کنیم و تخته باشه که براتون تشریح کنم او بهتر می انشاءالله این کارو براتون من انجام میتم. معمولا میتونه در جوف دهن مشکلات به بار بیاره. خب پروگرام سی جوف دهن از طریق پرایمری هلت کیر که یعنی در مجموعه یا پیشنهاد کردن سی جوف دهن در خود پیچ سی میگیم در ممالک مختلفی را ارتقا دادن دکتر صاحب، یعنی بودن به پیش کارهای را انجام دادن. مثلا از کارهای فوق‌العاده ازیا میتونیم ما پیشنهاد کنیم که تانستن فلورایدیشن آبهای آشامیدنی را حتی در مکاتب مختلف سراسر جهان خصوصا که بیشتر سر امریکا تاکید شده و یاره مرتب ساختن و تا کوششان دهی بوده که فلوراید نیاز است دکتر صاحب، یعنی در دوره طفولیت در دوره خود که والدین در پرگننت میباشن بر ازیا بیشتر نیاز بوده، تا زمانی که دکتر سبا دندانا خروج نکرده نیاز به فلوراید می باشه و ما می فهمیم که فلوراید یک کپلینگ اجنت یا میانجی است که می تونه باعث فکس نمودن خود مندان ها مانند کلسیم، فاسفور، مگنیزیم، کاربونات ها، سدیم در سطوح دندان ها به خاطر چی است؟ اینمی مرتب نمودن سطح منرالی یا منرالایزیشن دندان مرتب بسازه و ایره هم میفهمیم دکتر سیبا که خود دندان میناج در سه مرحله ارتقا میکنه که مرحله ماتریکس فار میشن که اونم شکلش هم مرتب میشه. منرالایزیشن این مرحله است که فلوراید چه بیشتر نیاز بوده که منرال ها در سطح خود دندان جذب میشه از طریق خود نمی فلوراید، و مرحله بعدی کس مچورشن یا پختگی اونم یک ترانسلوسنسی یا شفافیت در سطوح دندان ها اضافه میشه. مرحله پختگی است از اوپک یا نمو خاص بودن تباشیری مبره و مرحله بعدی مبره. اگر قرار باشه که ما یاره در نظر نگیریم میتونه، یعنی هدفم دهی است که ما اینمی برسی جا در نظر نگیریم میتونه که حالت بحران را بیشاد کنه
خب یک ده امراض است که میتونه امراض محیطی باشه، امراض ایدپاتیک باشه، ژنتیک باشه، سر از اول ما بس نمیکنیم، بس خیر باشه، از او هم بس های خواهد داشتیم. اما پرایمری هلت کیر کاری کرد که فول رایدشن در جام در خود مکاتب ایجاد کرد، در کلینیکا مرتب شد فول راید چاپی و کریم های دندان کاوی فول راید است، مثلا سودیم فول راید، سودیم مونو فلوروفاسفید. و همسالش مقصد هدف دهی بوده که فلوراید میتونه باعث جذب دوباره این پروسه ریمینرالایزیشن اثرات چه بیشتر میسازه و دیمینرالایزیشن زمان ایجاد میشه دکتر سیبا که ساعت چی باشه اونمو با اسید ها بیشتر در ساحه نفوذ کنن و باعث تخریب سطوح دندان ها شود. این دیمینرالایزیشن میگیم که ما قبلا سر ریمینرالایزیشن هم بیشتر براتون گفتم. خب بعضی گروه ها را دکتر شبای معزیز پیشتی پیشنهاد کرده که تحت تداوی هایشان هم و معمولا کودکان زیر 6 سال پیشنهاد کرده که معمولا ما میفهمیم که سن 6 ماهگی که خروج دندان ها آغاز میشه و تا 2.5 سالگی یا ادامه میداشته باشن و به صورت نرمال البته و تا سن 6 سالگی یا در جرف دهن میباشه که اولین دندان دائمی یعنی مولر فک سفلی دندان های چی هستن دائمی خروجشان آغاز میشه و این دندان های بین 6 تا بین 26 الی 12 سالگی چی میباشه دوره میکس دنتیشن است، یعنی به این معنی که دندان های شیری و دائمی هم در اینجا میباشه و ما میفهمیم که یک دندان شیری 8 سال به طور متوسط وظیفه ایجاد میکنن. دیگه مادران باردار و شیرده بسیار باشان مهم است که بیشتر برای اطفال خصوصا در این حالت برشان میدان ها بیشتر مهم بوده که مادران تغذیهشان بیشتر سشتاکید شوه که بیشتر مهم هستن. خب موضوع بعدی چی هسته؟ نتیجه بهتر همیرسه فمی و دندان. خب معمولا دکتر سیبا در نتیجه بهتر همیرسه فهمی و دندان اونمو پاک کردن خود جوف دهن که طبیعی است. ما شما دکتر سیبا به صورت نرمال جوف دهن ما را همیش ما برس میزنیم حداقل روزانه دو بار کفایت میکنه که ما چی کنیم؟ ما در دندان خود برس بزنیم و همین مخروبه ها ایجاد نشه که چی است و نمو تاکید شده موضوعات بوده که باید جوف دهن درست پاک نگه داشته شوه و غیر از او باید چی باشه وقتی که برس میزنیم بیره ها چی نشن خونده نباشن. خب معمولا اگر خونده بود بس از چیست از جنجیوایتس است، یعنی التهابات در قسمت های بیره وجود می داشته باشه که خونریزی ها ایجاد میشه بخصوص در نزد کسایی که دندانشان چی می داشته باشن منگ یا پلک برش میگیم که در نزد از وچی باشه همیش بیره هایشان دچار مشکل بوده. حتی بعض مریض ها مراجعه می کنن میگن دکتر سیب در اول که بود ما برس می زدم خون می شد آله که بعدش ابرای انگشتم خون میشد و برس خود زده نمیشد آل در وقت غذا خوردن خون میشد. خب اگر ما طبقه بندی کنیم خود منگ دندان اول و نمو اولین کار کست خود بکتریل استنس ایجاد میشه، پشت بکتریل استنس آستا آستا رفته خود پلک ایجاد میشه، پشت پلک کلکولس برش میگیم که سنگ دندان پیشنهاد میشه و از او بالاتر شکل درشت یا رافت برش میگیم که چی هستن؟ تارتار برش میگن. یا به مرور زمان استپ با استپ میره بالا و این مشکلات در نزد مریضا بوده. اگر بیره خون داد ما میفهمیم که مشکلات بیره بوده و نگفته نباید گذاشت که میتونیم ما کمبود ویتامین سی را هم مشکلات ناشی از خون ریزی بیره پیشنهاد کنیم، امراض هموفیلیا را هم که در داخل اطفال و خیر را میخواین در سمستر 20 سمستر نو هموفیلیا هم خون ریزی را ایجاد میکنه و غیر هموفیلیا لوکیمیا یا همگیش دست مستر نو در داخل اطفال است و مربوط از او بس میشه، سر از ما بس نمی کنم. در او حالت ها میتونن خونریزی ها ایجاد شوند دکتر سیبا و در نهایت ما میفهمیم که اگر در جوف دهن ما فرزن اگر یک شب ما جوف دهن ما را دندان ها را برس نزنیم یا در نسی جوف دهن ما رد نکنیم میتونه که چیز صبح بخصیم یک تعفن یک بوی ناخوشایند در ماشام ما میرسه. این اتفاقا از باعث موجودیت خود و نمو مواد غذای کربوهیدراتی در اطراف دندان خصوصا در قسمت اوکلوزال و سطح پراکسیمال دندان ها بیشتر می باشن که یا اون موجه به چی میشن تخمر میکنن که از تعریف کاریس ما می فهمیم که تخمر کربوهیدرات ها پیشنهاد شده بود. این همی چی هسته یک گندیده شدن بالاخره به مرور زمان چی میشه باعث به وجود آمدن خود بوی بد دهن که بعد تا جانب مقابل از این بوی رنج میبره که در نزد اشخاص ایجاد شده میتونه ایدام کشته اگر ما درست جوف دهن هم رسیش هم رد نکنیم. خب اهداف پروگرام
امروزه جواب که دهن عرفش چی از دکتر صاحب چرا چی هدف ها می داشته باشه به خاطر امروزه جواب که دهن طبیعی است و منشه پاتوژینیک یعنی امراض یا یک التهاب یا هر چی که بوده مثلا حدس می زنیم یک شخص از هالتوز داره اول ما بفهمیم که هالتوز چرا با وجود می آید خب طبیعی است که پیشنهاد شده 90% ازی گفته جواب دهن دفیسیت سیستمیک است می تونه اینجا یک مشکل داشته باشه در جواب دهنش قسمت سایدوس ها یا هر جایی که بوده بالاخره مشکل بوده می تونه که یک دندانش کاریسای چی داشته باشه کاریسای پروفاوند است یا خود نکروز پلپاتولوژی است چمبر پلپ است که در اوجه مواد غذایی گیرش پیدا کرده خود از اون میگه که دکتر صاحب یک دندان مهمش بوی بد دهن میده یا شخص استفاده از دخانیات داره که در نظرش میتونه یا هم حسی اساس خود داشته باشه یا منگ داره که در اطراف از این مواد غذایی جایگزین شده یا رو باید موال پیدا کنیم که منشه پاتوژنیک دور شوه یا مثلا دندانه که کاریوجینیک هستن داخلش خوستن کاریسای میدیا یا پروفاوند است یا خود نکروز پلپ بوده دندان هم به صورت نرمال بوده یا پولیپ پلپ می داشته باشن دکتر صاحب دندان ها یا ایز کدام آفسی دارن دندان هم تمام در مریض هم باش قدر با تکلیف نبوده ولی او التهابی است دکتر صاحب اگر او منشار از بین نبریم ما همیشه مریض با تکلیف می باشن دیگه غیر از تقویت و مفصل انساج فمی است دیگه خب بیشتر سر و نمو جنجیوا بس میشه که یک شخص باید به صورت نرمال ویتامین سی را استفاده کنه و در ضمن از او جواب دهنش برسه به صورت متواتر بزنه که در اطراف خود فری جنجیوایی که ما شما در جواب دهن ما در اطراف بیره ها وجود می داشته باشه از جا خود اگزودات جنجیوال اگزودات وجود می داشته باشه یا را هم اگه شما در نظر داشته باشیم دکتر شب تا باشه که مریض آری از چی باشه؟ آری از امی حالت باشه یکی از دلایل اساسی را ما می تونیم این موضوع را پیشنهاد کنیم و رفته از این موضوع اگر پیش بریم دیگه یاده وظایف جوف دهن است که مریض به صورت درست باید جوف دهنش حرکاتش مرتب باشد تا باشه که درستی ابو جوف دهن مشکل نداشته باشه یا مثلا کدام دندانش مشکل نداشته باشه یا رو باید ما در نظر بگیریم دیگه آموزش دوامدار برای مریض است تبیز دکتر شد بعض مریض ها این دکتر شد مهم به پول دار بودن و بی پول بودن نیست که ما بگیم یک شخص پول دار است او جوف دهنش بسیار مقبول است این مربوط به چی است؟ به اونمو تحصیلات است، به اونمو فهم و درک و افهام و تفهیم است که یک والدین میتونه بسته فامیل کنترل کنه بر از برسای مخصوص داشته باشن کلیما را باید ما متوجه باشیم که کلیما تایپ های مختلف داره که بهتر خودتان میفهمین که کسی اساسیت داره، کسی منگ داره، کسی به فلورایت نیاز میداشته باشه و بعضیش نرمال است هیچ نیست چی هستش به یا نیاز نیست ساده می باشه که اتفاقا در کلیمای دندان وجود می داشته باشه و در ضمن از این باید ما آموزش بدیم و شما در سمستر هشتم است به نظر و سمستر هشتم در بخش برس نمودن دندان ها به هم اگیش روش های مختلف را که پیشنهاد کرده بود دوباره شما می دانیم که زاویه چه رقم گرفته شد، محوری چه رقم می باشد و چطور بتانیم مایه را کنترل کنیم دیگه غیر از اون صورت دامدار برای تغذیه کافی یعنی یک شخص که ما این موضوعات را بهش میگیم باید چی داشته باشن؟ تغذیهش درست باشه یعنی سیستمایش به خاطر از دکتر صاحب که تغذیه سالم داشته باشن که ما میفهمیم که در جوف دهن ما شما ایمونوگلوبولین ها افراز میشه یعنی در بزاق دهن و در سلویا بهش میگیم سلویا که IgA و IgM و IgG یا همیش وجود داشته اگر تغذیه سالم نداشته باشیم یا از مرکز به طرف مثلا بگیم بر جوف دهن یعنی مرکز که دچار مشکل باشه جوف دهن یک قسمت لوکال از ایجی افرازات نمی باشه وقتی یا نبود باز یا نمیتونن که در مقابل بکتریایی که اسید تولید میکن یا بکتریایی که باعث مشکلات در جوف دهن میشن مقابله داشته باشن یعنی مقاومت کنن که ما میفهمیم در جوف دهن ما سه قده اساسی که باعث افرازات میشن یک قدوات بزرگ یکی سب لنگ ولس سب من دیون و پراچوت گلند است در قسمت مولر دو اونجا چی هستن از اونجا افرازات میداشته باشن غیر از او حفظه ها چی میکنه کمک برای زندگی که سر از این نیاز نیست بس کنیم خوب است که بفاهم که اگر جاک دهن ما ایج اصلا تعفنی نداشته باشه بهتر خود ما همیش راحت تر میباشیم و کدام اذیت و آزار نسبت بر جاک دهن خراب ما نمیداشته باشیم خب اضرار عدم مراعات حفظه جوف دهن اگر قرار باشه دکتر صاحب ما سهلنگاری کنیم یا متوجه نشیم یا امثال از این اوقدر در فکر جوف دهن ما نباشیم یعنی پور باشه حفظه جوف دهن ما
یکی از مشکلات اساسی که است میتونه چی شود؟ التهابات جنجیواست که میتونه بیره ها را دچار آفت کنه. غیر از او کریس های سطحی است که امو مکولا کریس برش میگیم، کاستاس های به مدر زمان پیش میرن به سپرفیشیل کریس تبدیل میشن، از جبه میدیا و پروفان کرسید. باز مریض دیگه نمو دستنستر از شما ریورسیبل و ایرورسیبل کریس خواندیم که موضوعات باز بس صورت میگیره. دیگه کبیتی های یا شگاف ها در سپوی دندان ها به صورت غیر نرمال از دیگه نرمال گفتن نمیتونیم از باعث به وجود آمدن کریس و اونم سیاگشتگی ها ایجاد میشه. تخریش بیره میتونه باعث انتان شود که خون ریزی میتونه سا اونم غیر از او سبب خود اینمی التهاباتی که در جاف دهن ایجاد میشه و موجود میباشه باعث به وجود آمدن حال توز است یا اونم چی میگیم برش بوی بر دهن که بالاخره از باعث تجمع کربوهیدرات ها و بقایای حجرات مرده و امثال از این بالاخره باعث به وجود آمدن چی میشه؟ منگ در جوف دهن خستن در دندان ها ایجاد میشه. خب چطور میتونیم گفته که حفظه بهتر دهن و دندان داشته باشیم؟ خب طبیعی است که باید جوف دهن ما را به مرور زمان باید حداقل دو بار برس بزنیم، یعنی یک بار وقتی که ما استراحت میکنیم که بعد از اون باید ما هیچی استفاده نکنیم که ما باید تماما امی کربوهیدرات هایی که بعد از مواد غذایی در اطراف دندان های ما شما در جریان جوک هسته حتی فیسول البته هدف ماست موجود می باشه یا به مرور زمان توسط برس دندان از بین برن بهتر است. یکی ورش و یکی دیگهش مهم نیست هر وقتی که شما علاقه داشتین. خب باز اینجا باز از برس دندان یاد شده کنمو باز مسئله چی است؟ دو بار باید برس دندان زده شود. دیگه باز برسا دکتر صاحب گفته که باید یک یا دو ما باید تعویض شود، تو نمیشه از یک برسا میشون استفاده کنیم یا برسا را به دو بخش تقسیم میکنیم، یکی هارد است یکی سافت. خوب است که ما سافتش استفاده کنیم به خاطر از اینکه ما میفهمیم دکتر صاحب در قسمت سمنت و انامل جنکشن در این منطقه خود مینای دندان استاستا با سمنت سرحد که میساسه و به سی بخش تقسیم میشه که یکش نوک نوک میرسن، یکش سر سمنت میپوشن، یکش یک فاصله یا گپ ایجاد میکنن که از اونجا میتونه اگر هارد باشه قسمت جنجیوه و جساس میشه دندان ها. و در غیر از استفاده خود کریم های آبی فلوراید است دیگه استفاده فلاس دندان است که باز هر دفعه در 24 ساعت یک بارم کفایت میکنه که ما از فلاس دندان استفاده کنیم که معمولا چی میشه در وسط دندان ها باعث بیرون کشیدن یا خارج کردن مواد غذایی میباشه که ما میفهمیم دکتر صاحب خود با وجود آمدن کلیس کسته نسبت به سطح اوکلوزال در سطح پراکزیمال بیشتر پیشنهاد شده، یعنی گفته سطح پراکزیمال بیشتر باعث با وجود آمدن کاریس نسبت به سطح اوکلوزال میشه. خواهد هدف دهی است که سطح اوکلوزال میتونیم با لاب دهن با مواد غذایی پس پاک شود، احتمالا قسمت های کناتومیکش یعنی نرمال باشه. ولی دکتر شیبا در خود دندان ها سطح پراکزیمال یک ذره مشکل است به خاطر از این برس دندان در اونجا نفوذ کرده نمیتونه. خب دیگه به طور منظم گفته مواظبت جوف دهن در این حالت باز هم موضوعات را پیشنهاد میکنن، میگونم برس دندان است و غیر از اون میتونیم ما از ماتواش ها استفاده کنیم و این بهتر است که ماتواش ها تایپ های مختلف داره که ما همیش در این باره باید معلومات داشته باشیم که ترکیبات مختلف بیشتر یا چی هستن زده میکروب یا زده بکتریا میباشن. خواهی جه یک گپ دیگر زده که در صورت که اگر گفته که لبها دوچار مشکل باشه خوب است که ما چرمش کنیم بهتر میشیم. و ای هم دکتر شبا استفاده چی است؟ خود آنم فلوس دندان است که در جاف دهن میتونیم ما طریق های مختلف ببخشیم برس دندان و فلوس دندان هرچه پیشنهاد کرده که ما میتونیم یار استفاده کنیم. خب دکتر شبا امید است که امرای فامیلای محترمتان در هر جای که هستین خوش و خندان باشین دیگه دور از دغدغه کرونا. انشاءالله لکچرهای بعدی من کوش میکنم که به خیری را شکل ویدیو مرتب کنم، اگر قرار باشه که وایت بورد همراه مارکر باشه و کسی فیلم بگیره این بهتر است به نظر من که شما درست فهمی نسبت به اینکه ما لکچر دادیم. انشاءالله کوش نهایی است که این مشکل حل بسازم و یکی از مشکلاتی است که می اوخو مشکل نیست، مشکل دا ایست که ویدیو ایدیتور یا نمو کنورتشان را پیدا کنم که سایزش خرد بسازم. خوش باشین، موفق باشین، تشکر از توجهتان. اگر سوال پیشنهاد بود انشاءالله شماره واتساپ ماست بگیرین
من میفرستم بس انشالله بس اونم را به تماس میباشیم. مشکلات در قسمتی که بود ما در خدمت شما مسئولین عزیز هستم. الان نگهدار، خوش و موفق باشین.